سرخط خبرها، گفتگوی مستقیم با طالبان، موضوع بحث کمیسیون مشترک صلح در اسلام آباد، هشدار جدید وزیر مالیه، وزیر مالیه پول در خزانه هست اما فقط تا 3 ماه. پاکستان آرزو داشت که قدرت فرامنطقه‌ای باشد، رویایی که هرگز حقیقت نیافت. کمک 10 میلیون یورویی اتحادیه اروپا به سیلاب زدگان پاکستان، 300 هزار خیمه‌نشین در پاکستان افزوده شد. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و شب بخیر. با برنامه خبری ساعت 8 نگاه خوش آمدید. امروز شنبه 26 سنبله سال 1390 هجری خورشیدی که برابر می شود با 17 سپتامبر سال 2011 میلادی. من جواد سروش هستم. کمپاین سراسری خزانی واکسین پولیو یا فلج اطفال آغاز گردید. حامد کرزی رئیس جمهور کشور با چکاندن چند قطره واکسین فلج اطفال بعد دهن چند طفل دور اول این کمپاین را رسما آغاز کرد. این کمپاین که روز شنبه 26 سنبله سال جاری آغاز گردید به مدت 3 روز در سراسر کشور ادامه می‌یابد. هدف از راه اندازی این کمپاین تطبیق 2 قطره واکسین پولیو برای 7.8 میلیون طفل زیر سن 5 سال و همچنان تطبیق تابلت البندازول یا کشنده انگل برای 4.6 میلیون طفل بین سنین 2 الی 5 سال می باشد. رئیس جمهور کرزی که در مراسم افتتاح این کمپاین سخن می گفت، از مردم خواست تا با مسئولین صحی و رضاکاران همکاری نمایند. گفته می شود در حدود 52376 رضاکار صحی برای تطبیق این کمپاین مورد آموزش قرار گرفتند. وزیر مالیه نسبت به قطع کمک‌های خارجی هشدار داد. وزارت مالیه میگوید پول کافی در خزانه این وزارت وجود دارد، اما اگر تا 3 ماه دیگر کمک‌های جامعه جهانی از سر گرفته نشود، وزارت مالیه با مشکلات کمبود بودجه مواجه خواهد شد. به گفته وزارت مالیه، صندوق وجهی بین المللی از ماه مارچ سال جاری کمک‌های خود را قطع کرده است. وزارت مالیه از مجلس نمایندگان خواست تا طرح پیشنهادی کمک 52 میلیون دلاری به کابل بانک را به تصویب برساند. این در حالی است که چند بدین سو جلسه مجلس نمایندگان بدون تکمیل نصاب لازم برگزار می شود. در همین حال ائتلاف حمایت از قانون نیز از برگزاری جلسات مجلس نمایندگان توسط رئیس مجلس به شدت انتقاد می کند. محمد تقی رضایی گزارش می دهد. برگزاری جلسه در نبود اکثریت اعضای مجلس نمایندگان، حضرت عمر زاخلوال وزیر مالیه و محب الله صافی سرپرست بانک مرکزی در جلسه امروز مجلس نمایندگان در حال به این مجلس برای رای معلومات در مورد قطع کمک‌های جهانی حضور یافت که اعضای ائتلاف حمایت از قانون در تالار حضور نداشتند. وزیر مالیه میگوید پول کافی در خزانه این وزارت وجود دارد، اما اگر تا 3 ماه دیگر کمک‌های جامعه جهانی از سر گرفته نشود، وزارت مالیه با مشکلات کمبود بودجه مواجه خواهد شد. اندازه‌ای که ما در 2 سال قبل از عواید خود داشتیم که به 8 میلیون دلار می‌رسید، ما نی پروژه‌های انکشافی خود به تأخیر انداختیم. تمامش به شکل عادی تمویل میشه و نی مصارف عادی خود. سال از هیچ ماش پس ما نبودیم، سالی از هیچ مصارف دیگه دولت پس ما نبودیم و یک مقدار پولی هم حالی هم داریم در حدود 600 میلیون دلار که انشاءالله تعالی هیچ نوع مشکلی در 2-3 ماه آینده، چون عواید هم میآید، ما پیش بینی نمی کنیم. ولی اگر این موضوع دوام بکنن و ما به نتیجه نرسیم، طبعا 2-3 ماه بعد با مشکلات مواجه میشیم. با گفته وزارت مالیه، صندوق وجهی بین المللی از ماه مارچ سال جاری کمک های خود را قطع کرده است. محب الله صافی سرپرست بانک مرکزی نیز در مورد پیشرفت حل بحران کابل بانک گفت تا کنون 67 میلیون دلار به این بانک تحویل داده شده و بیش از 480 میلیون دلار دیگر تثبیت شده و کار بالای آن جریان دارد تا به این بانک برگردانده شود. کابل بانک تقریبا در گوشه پوری وشکی تو بیرون نت کش یا نقد پیسې را وشکی تو بیرون
سرور سوا او و اتیا میلیون تثبیت شوی دی چه با اغیه که مختلف اشخاص چه دا پیسی با اغیه پوری مربوط دی دا تثبیه مدیریت لوی چانواری دا افغانستان بانک او وزارت مالیه پا مجموع که پا دی بانده کار کهی چه اغا مدت و زمان دوی تاین شی او دی پیسی ورکی. وزارت مالیه از مجلس نمایندگان خواست تا طرح پیشنهادی کمک 52 میلیون دلاری به کابل بانک را به تصویب برساند. پیشتر صندوق وجهی بین المللی برای ادامه کمک‌هایش به افغانستان پیش شرط گذاشته بود که دولت افغانستان باید برای جبران کاهش سرمایه کابل بانک 73 میلیون دلار کمک نماید. این در حال است که از چند بدین سو جلسه مجلس نمایندگان بدون تکمیل نصاب لازم برگزار می شود. ائتلاف حمایت از قانون نیز از برگزاری جلسات مجلس نمایندگان توسط رئیس این مجلس به شدت انتقاد می کند. رئیس ولسی جرگه برخلاف قانون جلسه را دایر کرد و تعدادی از اعضای حکومت را هم خواسته بود. ما خواستیم از این طریق، از طریق شما، از طریق رسانه ها یک بار دیگر به رئیس محترم ولسی جرگه هشدار بدهیم که دست از قانون شکنی متداوم بردارد. این به نفع ولسی جرگه نیست، به نفع مردم افغانستان نیست و به نفع شخص خودشان هم نیست. کمی جلسه چه اوز پا تلار که دایریجی دی داخلی اصول پا اساس مشروعیت نلری، نو مگه خپلا دی ولسی جرگه دی رئیس نه جدن خواهش کهو چه داغ رقم جلسات نور دایر نکی، دا یو بد اغیز لری دی افغانستان پا خلکو بنده چه دوی پیجی چه نصاب پورا نده او دای وزیران را غواړي جلسې ته استیزه کوي. نو د دې په اساس زموږ د ولسی جرګې رئیس مطلق د قانون په خلاف روان دی دا څو ورځې، او ائتلاف حمایت د قانون څخه د دوی نه دا غوښتنه لري چې داسې جلسات ته نور دوام ورنکړي. در همین حال ائتلاف حمایت از قانون از سازمان ملل متحد نیز انتقاد کرد. این ائتلاف میگوید اگر سازمان ملل متحد در حل جنجال های مجلس نمایندگان کمک نمی کند، از اظهارات غیر مسئولانه نیز خودداری کند. پیشتر سازمان ملل گفته بود که روزانه مبلغ هنگفت صرف هزینه های جاری مجلس می شود. این سازمان از اعضای ائتلاف حمایت از قانون خواسته بود تا به جلسات مجلس نمایندگان حضور یابند. پس از ناآرامی های اخیر در کابل، دیپلمات های عربستان سعودی افغانستان را ترک کردند. سایت فارسی بی بی سی به نقل از یک کارمند افغان این سفارت نوشته است خروج این دیپلمات ها پس از یک ساعت مشورت با وزارت خارجه آن کشور صورت گرفته است. هنوز معلوم نیست که چرا این دیپلمات ها افغانستان را ترک کردند. وزارت خارجه کشور با تایید این خبر میگوید دیپلمات های عربستان سعودی به زودی به کابل باز خواهند گشت. سخنگوی وزارت امور خارجه میگوید که سفارت عربستان در کابل به کلی مسدود نگردیده است. دولت افغانستان همواره تاکید کرده است که عربستان سعودی در روند صلح نقش و جایگاهی مهم دارد. این در حالی است که روز سه‌شنبه هفته گذشته مخالفان مسلح دولت با تصرف یک ساختمان نیمه‌کاره تجاری در چهارراهی شهید عبدالحق برخی از ادارات دولتی و سفارتخانه‌های خارجی از جمله سفارت آمریکا و مقر ناتو در کابل را مورد هدف سلاح‌های سبوک و سنگین قرار دادند. اعضای پاکستانی گروه کاری کمیسیون مشترک صلح بین افغانستان و پاکستان تعهد کردند که تا کردند. این جلسه به روزهای پنجشنبه و جمعه در اسلام آباد برگزار شده است. مقام های پاکستانی تعهد کردند که تا دور دوم نشست کمیسیون مشترک صلح در سطح رئیس جمهور افغانستان و صدر اعظم پاکستان در زمینه گفتگوی مستقیم دولت افغانستان با رهبران طالبان اقدامات عملی انجام دهند.